سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر فرخی. دوستان سوال پرسیدن که برخی از خانواده ها تصور میکنن بهترین راه حل برای مسائل اخلاقی فرزندشون اینه که سریع فرزندشون رو وادار به ازدواج کنن. آیا ازدواج باعث حل مسائل روحی، روانی یا مثلا اعتیاد و غیره میشه؟ منم سلام عرض میکنم خدمتون و در پاسخ به شما باید بگم که نه، چیزی که بزرگترین اشتباهی که خانواده ها میکنن این هستش که وقتی میبینن که بچهشون مثلا تو دام اعتیاد داره میفته، کارهای خلاف میفته، فکر میکنن که اگر زودتر این رو وارد زندگی مشترک بکنن و اگر مسئولیت یک زندگی رو به دوشش بندازن، این فرد از خواب غفلت بیدار میشه و خودش رو کنترل بیشتری میکنه. چیزی رو که ما در عمل میبینیم دقیقا خلاف این هستش و افراد اگر که مسئولیتشون یک دفعه بیشتر بشه، تازه کار بدتر میشه و زیر بار مسائل شاید شونه خم بکنن. شما میبینید حتی افرادی که کاملا آمادگی ازدواج رو دارن و هیچ مشکلی ندارن، خودشون کمرشون رو بستن و انتخاب همسر رو میکنن، میبینیم بعد از اینکه وارد مرحله ازدواج میشن، با یک دنیای جدیدی که روبرو میشن متوجه میشن که نمیتونن همه مسائلش رو حل بکنن و دچار شوک میشن. ولی چه برسه به اینی که اصلا به طور کلی شما بخواد این فرد مشکل هم داشته باشه، شما یه مسئولیت اضافه ای هم بخواین به گردنش بندازین. قطعا این کار رو بدتر میکنه و فرد رو بیشتر از راه به در میکنه. ما ها فکر میکنیم اگه خودم نتونستم مثلا سرم رو جلوش رو بگیرم که سیگار استفاده نکنه، مواد استفاده نکنه، زنش که بیاد زنش میتونه این کار رو براش بکنه و زنش باید ازش مراقبت بکنه. اما چیزی که در عمل ما میبینیم این هستش که شاید در ابتدای کار اون شوق و میل و هوسی که در ابتدای کار به وجود میاد و پسر عاشق میشه، شاید یک سری رفتارهاش رو بتونه کنترل بکنه و عقب بندازه، اما این رفع نمیشه. بنابراین یه مدت کوتاهی به خاطر اون شیدایی که براش به وجود اومده شاید خودش رو کنترل بکنه، اما دوباره مشکلات اساسی شروع میشه. بنابراین به خانواده ها توصیه میکنیم که در درجه اول در صدد این بر بیان که اگر مشکلی رو توی بچهشون میبینن اون مشکل رو حل کنن، بعدن مشکل که حل شد اون وقت به سمت ازدواج هدایتش بکنه.